اصفهانی که چهار گوشش اصالت و هنر و فرهنگ ایران رو فریاد میزنه، محله‌ای داره با روح و زندگی اروپایی. در محله ارمنی نشین اصفهان میشه به اروپا سفر کرد و از دیدن چنین جای متفاوتی، اونم در همچین شهری، حسابی به وجد اومد. این محله به کانون میسیونرهای فرانسوی در عصر قاجار مشهوره و شاید جالبتر از همه این صحبتها حضور ادیان مختلف در یک جا باشه. وجود کلیسا، آتشکده و مسجد رو میشه اینجا در کنار هم دید و از این همنشینی لذت برد. با ما همراه باشید تا با داستان شکل گیری یکی از زیباترین و جالبترین محله های ایران آشناتون کنیم. اونم در یکی از توریستی ترین شهرهای ایران، جایی که به گفته خیلی از توریست ها بهترین کوچه دنیا رو در دل خودش جای داده. اینجا محله جلفای نوی اصفهانه، محله‌ای با تمی درست شبیه به کشورهای غربی، جایی که با داشتن بافت قدیمی و دست نخورده به یکی از مهمترین و مشهورترین محلات ایران تبدیل شده. اینجا پرترددترین محله اصفهان یک دنیای دیگه است، دنیایی که حسابی جذاب و تماشاییه. جلفای اصفهان درست همون محله‌ایه که میشه مات و مبهوتش شد و جریان یک زندگی اروپایی رو در خیابانهاش احساس کرد. خلاصه که همه چیز در جلفای اصفهان دست به دست هم داده تا متوجه تفاوت اساسی این محله با محله‌های دیگه باشیم. جلفا محل سکونت ارامنه اصفهانه. مسیحی‌های این محله با هر گرایشی، پروتستان، ارتودکس و کاتولیک اینجا زندگی می‌کنن. خلق زیباترین محله اصفهان مدیون همین مردمانه. ارمنی‌ها به اجبار به اینجا آمدن تا از نو زندگی از دست رفتشون رو بسازن. در کل در مورد ارمنی‌ها اینطور میشه گفت که با اومدنشون به ایران اولین‌های زیادی هم در ایران شکل گرفت. مثل تأسیس اولین چاپخانه و اولین کتاب چاپی در ایران، اولین عکاسخانه‌ها، اولین مدرسه‌های مدرن یا اولین کارخانه لیموناتسازی. اما صحبت امروز اینه که چی شد که جلفای نو همچین محله تر و تمیزی در اصفهان متولد شد؟ برای رسیدن به جواب این سوال باید به سالهای قبل برگردیم، به عهد شاه اسماعیل صفوی، به سالهای اوج ظهور دو قدرت صفوی و امپراتوری عثمانی. در این کشمکش، ارمنستان برای ورود و نفوذ به عنوان سرزمین مجاور این دو قدرت جزو مهمترین و اصلی ترین اهداف بود، به خصوص برای عثمانی ها. و از اونجایی هم که سیاست حکومت صفوی شبیه به امپراتوری عثمانی برای به دست آوردن سرزمین های اطراف بود، نبردها و درگیری های زیادی بینشون شکل گرفت و طبیعتاً آشفتگی های زیادی هم به همراه داشت. خلاصه که نبردها سر ارمنستان باقی موند و نهایتاً بعد از واگذاری ارمنستان به امپراتوری عثمانی، شرایط سیاسی و اجتماعی برای مردم سخت شد و همین اتفاق باعث شد گروهی از ارامنه به شهرهایی مثل تبریز و اصفهان مهاجرت کنند. محله جلفای نوی اصفهان هم اسمش از شهر جلفای کرانه رود ارس گرفته شده. ارمنیان اصفهان در اصل در این شهر زندگی می کردن تا اینکه در زمان شاه عباس صفوی به اصفهان کوچ کردند تا در کنار زاینده رود زندگی جدیدی رو داشته باشند. پادشاه ایران اون زمان خوب میدونست که اگر این مردم رو از ارمنستان به پایتخت دعوت کنه، جدا از این که به آبادی پایتخت کمک کرده، از راه صنعت اونها هم قدرت و عظمت کشور رو بیشتر میکنه. در ابتدا حدود 3000 خانوار وارد اصفهان شدن و شاه صفوی هم برای ثابت کردن حسن نیت خودش زمینهایی رو در حاشیه زاینده رود بهشون هدیه کرد. این زمین‌های خالی از سکنه در نهایت تبدیل شد به یک شهرک بسیار زیبا با یک معماری بی‌نظیر. شاه عباس هم اون زمان نام شهر سابقشون جلفا رو بر روی این شهر جدید گذاشت و شهر اولی رو به اسم جلفای عتیق معرفی کرد. جلفای نو در میان دو خیابان چهارباغ بالا و حکیم نظامی اصفهان بین پل‌های مارنان و سیوسپل واقع شده. ارمنی ها از قسمت شرق به غرب یک خیابون ایجاد کردند
و اسم خیابان نازار که یکی از ثروتمندان محله نوی جلفا بود رو براش گذاشتن. خواجه نازار همین خیابان نظر امروزی میشه. بخش شمالی جلفای اصفهان هم که در نزدیکی رودخانه قرار داشت، محل زندگی ثروتمندان بود. برای اینکه بتونن از چشمانداز زیبا و نسیم خنک رودخانه بهره‌مند باشن. علاوه بر اینها، در یکی از خیابان‌های طویل جلفا، خانواده سرشناس خواجه سرافرازیان در رأس غربی و خانواده معروف یمانیان در رأس شرقی زندگی می‌کردند تا نام دروازه غربی سرافرازیان و دروازه شرقی یمانیان هم بر سر زبان‌ها بیفته. در ادامه کار، ارمنی‌های دیگری هم به این محله اومدن و خانه‌هایی به سبک و سیاق خودشون رو در جلفای ایران ساختن. قطعاً بعد از سکونت ارمنی‌ها، نوبت ساخت کلیساها هم رسید تا جلفای اصفهان کاملاً رنگ و بوی مسیحی رو به خودش بگیره. از اونجایی که دین برای مردم ارامنه خیلی مهمه، کلیساها اولین بناهایی بودن که پس از خانه‌ها در محله جلفای اصفهان ساخته شدن. در این محله 11 کلیسای تاریخی و قدیمی وجود داره که اولین و مهمترین کلیسا، کلیسای وانکه. طرح کلیساهای جلفای اصفهان برخلاف کلیساهایی که در اروپا دیده میشه بسیار سنتیه و مصالح بکار رفته در ساخت اونها خشت و خاک هستن تا تونسته باشن به نحوی حضور خودشون رو در استان اصفهان تثبیت کنن. گنبد کلیساهای جلفا بسیار شبیه به مساجد اصفهانه و نقاشی‌های زیادی روی دیواره‌های داخلی کلیساها کشیده شده. صدای ناقوس‌ها هر روز در یک زمان مشخص به صدا در میاد و برای چند لحظه تمام محله رو در سکوت فرو می‌بره. علاوه بر کلیساها، حوض و حوضچه‌های زیادی هم در این محله دیده میشه که همگی یک مجسمه رو در درون خودشون جای دادن. مجسمه ی حضرت مریم که کاسه برنجی پر از آب دستشه در بین این مجسمه‌ها می‌درخشه. همچنین خیابان خاقانی رو میشه یکی از خیابان‌های معروف محله جلفا و مقاصد گردشگری شب در اصفهان معرفی کنیم که گالری‌های هنری و مجتمع‌های تجاری زیادی در اینجا ساخته شده. کوچه سنگ تراش‌ها هم که پاتوق خیلی از ارمنی‌هاست در همین خیابان قرار داره. این کوچه زیبا کاملاً سنگ فرش شده است و محلی دنج و آروم برای پیاده رویه. امنیت این محله و خیابون‌هاش به قدری بالاست که میشه در هر ساعتی از شبانه روز با آرامش خاطر در درون اون قدم زد. وجود نیمکت‌های چوبی در کوچه‌ها و در کنار خونه‌های تاریخی و همینطور کافه‌های زیاد اینجا به محله جلفا نفس میده و درختان بلند چنار هم این محله رو غرق در حس زندگی و شادابی می‌کنن. و این هم نکته مهمیه که بدونید. کوچه سنگ تراش های خیابان خاقانی از نظر خیلی از توریست ها و گردشگران جذابترین و حیرت انگیزترین کوچه دنیاست. کوچه دیگری هم در این خیابان قرار گرفته و حال و هوای جلفای قدیم رو برای ارمنی ها زنده می کنه. کوچه لتسترا. این کوچه پرپیچ و خم حکایت از شیوه خاص زندگی گذشته داره و جایی که ارتباط افراد از روی بام خانه ها بود. شاید توی فیلم‌های اروپایی و آمریکایی مدرسه‌های شبانه روزی زیادی دیده باشید. مدرسه فرانسوی‌ها یا کاتولیک‌ها در محله سنگ‌تراش‌ها یکی از همین دست مدرسه که در جلفا هم ساخته شده. ساختمان این مدرسه تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی که همچنان پا برجاست و حالا دانشجوهای دانشگاه هنر اصفهان ماجراهای جدید این مدرسه قدیمی رو رقم می‌زنن. و در آخر اوج جذابیت‌های جلفا در شب چندین برابر میشه. قدم زدن در کوچه‌ها و خیابان‌های سنگ فرش شده یکی از متفاوت‌ترین محله‌های ایران قطعاً خاطره‌های زیادی رو برای خیلی‌ها ساخته. خب دوستان عزیز، نظر شما درباره این محله زیبا و ارمنی نشین چیه؟ لطفاً نظراتتون رو در بخش کامنت‌ها برامون بنویسید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک فراموشتون نشه.